روز میزنم. سلامتی، خیلی سرت، خیلی سرت که تو لایو هم میگوزید. دمت گرم. ببین آخه آریان روه، آریان روه خودشه. ببین کسی که آخه ادا میدونی نیاره کیه؟ در نیاره خودشه. میگن پشم کیلو میزنی گودت بیشتر میشه، راسته؟ نه من اینطوری شنیدم، گوزت بیشتر چی میگن میشه؟ گوزت ما وقتی داداش میشی، پشم چه فکر میکنی بیشتر شد؟ کیلو میزنی بیشتر میگوزی. حالا نمیدونم راست دروغه، نمیدونم. نه من که پشم ندارم، کونم لیزره، ولی گوزم به خاطر کیره. آها آها، به خاطر کیره که میره. آره آره، یعنی تا الان گشاد نشده؟ یعنی گشاد نشده؟ آخه شما همه کون منو دیدید، به نظر شما کون من گشاده؟ نه نه واقعا بدرم به تخته چونه دو کست خوار چونه لازم. آره من چونه منم چونتره، آره من من چونه گریفل دوبه برم چونتره. من چیزم، من کونم گشاد. من خودم هم برام خیلی سواله، چرا من که اینقدر کون میدم چرا کونم گشاد نمیشه؟ هادی واقعا چرا نمیشه؟ من تعجبم به خدای من، یه بار داده بودم چونم اینقدر گشاد میشه، این همه گشاد حالا یه بار دادم. یه بار بدی گشاد میشه چی؟ همه گوشتات میزنه بیرون. ولی من آره، ولی من با این کون کوچیکم سایزه 30-35 رو بر میدارم هیچیم نمیشه. واه 30-35 جلال خاله، میدونی یعنی چی؟ آره 30-35. آریان چرا نمیری عربستان دست به معامل بزرگ بزنی؟ اونجا وضع توپ میشه. فرق نمی کنه، ولی دیشب خداییش خسته شدم یه لحظه. من همجوری یکم لاغرم، گوشتی نیستم که ببخشید یک 10 ساعتم روی زانو بشینم هیچیم نشه. الان مثلا جمیله به 10 ساعتم داگی کنه هیچیش نمیشه چون گوشتاش محافظشم. ولی خب من چون آره، ولی من چون لاغرم، بعد روی این مبلمون داگی کرده بودم، این طرف میزد، این طرف مشتری قدیمی بود، دیگه زیاد 5 دقیقه آبش میومد. دیشب 20 دقیقه منو کرد، 20 دقیقه منو کرد. گفتم یا خدا، گفتم تو رو خدا پوزیشن رو عوض کن بابا، همه جام درد گرفت، پاهام دستام همه خوش شده بود. فکر کن خب لاغرم دیگه، هی میزد. من 20 دقیقه فکر کن یه جا ثابت وایستم، خیلی بد بود. ولی نه خدایی، ولی دیگه خدایی درد داره. آره ولی به یه جای رسیده بود. قبلنا خودم جرق میزدم آبم میومد، دیشب دیگه این دیگه من خودم رو ول کردم، اتوماتیک آبم اومد دیگه. انقدر این با فشار میزد تو کونم، آب خودش از کیرم اومد بیرون. آری هم باید آدم به اون آب پس بذاری برای خوده. آره یه لحظه بایست هادی داره درد میکشه و یه سوراخ داره. خیلی خانم برخش یه لحظه، خانم ساناز 787 دو سه تا کامنت تکراری برام گذاشتی، گشاد گشاد کردی. دلیل نمیبینم ساعت 3:30 صبح تو لایو من گشاد گشاد کنی. من هر خانومی که تو لایوم کامنت بد بذاره بلاکش میکنم، چون قانون لایومه. و میگن تو چرا اینقدر تکرار میکنی اینا رو؟ چون فالوور جدیدن فکر کردن اینجا چه خبره. نه عشقم، تو بیای عضو گروه 8 ساله من بشی باید دو تا گوشی عوض کنی. خدا نگهدار، کسافت. آریان من خانم دیقانی رو ندارم، برم پایین دوباره بیار منو. نه چیز مهمی نیست، این ان چیه که تو داشته باشی؟ بشین بابا. جدیده من رو ندارم، پله بر برای من هست، نه کونه خرس بر. من تو رو ندارم، تو پله بر، خرس بر، خرس کون، خرس بر. دیدم برای تنگ شده جبینه، خرس بره. نیسه دوست دارم جوری بگیرم فشارش بدم. وقتی چرا نمیری پیشه؟ چرا نمیرید با هم اوکیشید کلیپ درست کنید؟ بابا اون مشهده، من تهران رو 1000 کیلومتر به خاطر یه سولاخ برم و کورت کنم. حالا یه جوری میگه 1000 کیلومتر به خاطر یه سوراخ برم، انگار که الان پشت در خونش سوراخ ها سب کشیدن. این نازی نه ببین بارا رو اگه کست داشتی آره میگفتم کست داره، ارزش داره. ولی سولاخ با سولاخ دونه پسر فرق نمی کنه.
آقا هادی هادی یه چیزی مهم بگم خوشه کو هادی چیزی بگم مهمه. مگه هر چیزی زیاد ببین هادی در طبیعت تو اقتصاد توی دنیا هر چیز زیاد میشه ارزون میشه با این همه که کس زیاد شده کون زیاد شده اینا شده تو هنوز مشکل کس داری؟ ببین نه مشکل کس ندارم آیا من گفتم من واقعا زورم میاد کس پولی بدم خب الان یه سوالی هادی خیلی سوال خوبی شما آقا میثم آقا میثم شما هم زورت میاد به کس پول بدی؟ ببین کس چیه کیرم توش کس ببین آدم باید یکی داشته باشه خب مال خودش تو الان ببین کار دینه بیزینس بله من کارم دینه تو میدی که برای پول ولی برای رضای خدا نمیدی نه من برای پول کن میدم خب چرا تو موفقی چون تا حالا هیچ وقت عاشق نشدی تا حالا هیچ وقت مثلا دلت به کسی گیر نکرد مثلا الان مثلا میخوام بگی شما گیر کرده دلت نه کلی میگم یعنی ببین دیگه الان همه ها یه پارتنر دارن و همه با عشق خودشون دارن میخوام بگیره گیر کرده میذاره درم و اینم میذاره درم چرا میخوام فکر میکنی اونی که خانم دقانه چرا فکر میکنی اونی که به خاطر پول میده برای رضای خدا کاری انجام نمیده نمیده دیگه ببین آریان تا پول نگیره ببین الان ببین الان آریان گفت دیشب یارو 20 دقیقه داشته انجام میداده پوزیشن داگی گفته برو یه پوزیشن دیگه حداقل اون پوزیشن دیگه هم تا زمانی که اومدی یه 10 دقیقه شده نیم ساعت ولی تو این میشه خودش رضای خدا یعنی تو وقت گذاشتی طرف به خاطر اون پولی که گرفتی ارضا شده ارضا بشه بعد تو الان برو خونه این خونه تیمیا هستن خب که خاله و اینا دارن پول گرفته اول پول گرفته بعد دول رفته خب صبر کن خب صبر کن الان این خونه تیمیا یا این خونه‌ای که خاله ها هستن که بچه‌ها ببخشید یه چیزی من بگم ببخشید من نمیتونم از این بگذرم ببخشید آریان زدی به قلبم آریان آریان زبان خارجت هم خیلی خوب شده آفرین بگم جمیل بفهم خیلی خوب شده آفرین آریان این یکی از اون برزونایی که بهش مسلطه خب بعد تو این خونه تیمیا این خونه هایی که مثلا خاله هست و چند نفر رو دارن براشون این برون بر میکنن اونجا ببین تایم یک رو 15 دقیقه است یعنی طرف بخواد بیاد یا بخواد نیاد نداره سر 15 دقیقه آنچنان در رو وام کنه بخوره تو پهلوی یارو یارو گرید و مال شکی میشه بعد این 20 دقیقه داشته بابا ببین قانونش اینه طرف هم نمیتونه حرفی بزنه بعد حالا آریان 20 دقیقه داشته داگی میداده این رضای خدا نداره پس چی در پی داره این هم رضای خدا رو داره هم رضای مشتری رو داره هم اون دنیاشو میکنه هم این دنیاشو حالا تو تایم 15 دقیقه ایه بارانا چی؟ تایم دادنت تو با تایم دادنت 15 دقیقه ایه من 20 دقیقه یا بستگی به مشتری داره 20 دقیقه چقدر؟ آها 20 دقیقه هر 5 دقیقه اضافه هم 100 تومن باید بده بعد چقدر؟ یه تومن یا دو تومن چقدر مزنده قیبت؟ ما دولتی هستیم 45 و 500 بگیرم چونم نشونی بریم بریم پول در بیاریم آقا هادی آقا میثم جمیله مثلا منی که جارم. راست میگه ببینید من یک من تو کون دادن قانونهای بین المللی رو رعایت نمی کنم میگن نیم ساعت یک ساعت دو تا داریم قانون میگن نیم ساعت یا یک ساعت
من هم قیمت ها رو شکستم، هم قانون زمانه رو شکستم. ولی چون کس ببین توی بیزنس دیگه تو نگاه نمی کنی به کی داری کون میدی، پولتو میگیری. خب مثل اینکه تو بری توی مغازه نون بخری، نگاه نمی کنی بگی آه هادی تو ببخشید چیزی، تو نمیدونم قدت کوتاست به تو نون نمیدم، میسم بره بگه تو بلندی میدم، یا بگه تو تهرانی نون نمیدم، میسم اصفهانی نون میدم. مثلا اینا نیستش. بیزنس بیزنسه، تو که میخوای کون بدی پولتو میدی کون میکنی دیگه. حالا به تو ربطی نداره که طرف میخواد کوتا باشه، چاق باشه، کیرش کلوف باشه. ولی من چون یک بیزنس خصوصی دارم و دولتی نیستش فرق میکنه. من شرکتم خصوصیه، من هر کی میخواد منو بکنه باید بشناسمش، یعنی باید بدونم کی میاد در خونه. الان دوست من داره بیزنس میکنه، هر کی بهش پیام میده فقط آدرس میده، اصلا نمیدونه کی داره میاد خونش، کی بکنتش. فقط میگه اوکی، میگه یک ساعت چقدر، میگه 5 میلیون، آدرس میده میاد. وقتی بیاد دم در، شاید باباش باشه، شاید داداشش باشه، شاید فامیلش باشه. ولی من شرکتم خصوصیه، من هر کی بهم پیام بده باید بشناسمش، عکس کیر بدن فیس بادی با میگم نیم ساعت یک ساعت این مقدار. و چون و وقتی که اینا میان چون کیس من هستم و کباب من هستم، من از ته دلم بهشون کون میدم، میدونی؟ چون 5 دقیقه و 20 دقیقه برام فرق نمیکنه زیر کیرشون باشم، ولی خب چون که خوبن، کبابن، کیرای خوبی دارن، فیس ها و بدن خوبی دارن، پول خوبی هم میدن، من حالا 10 دقیقه هم زیستی ترزیری کیرشون باشم فرقی نداره. این از این. بعد جالبیش اینه که یکی که منو میکنه میشه مشتری دائمی، شاید به خاطر اخلاقمه، به خاطر تحملمه، نمیدونم چه دلیلی داره هر کی منو میکنه یا فردا میشه شوهرم یا میشه مشتری 5-6 ساله. اینو نفهمیدم. چونه با اخلاقیه بازی، چونه با اخلاقیه و آره. صبرش زیاده. من یه دوره سمینار گوش میکرد خریده بودم گوش میکردم آریان، بعد الان میگه از این که نمیدونم از اخلاقم از تحملم. یه جاش حرف قشنگی زد زنه، گفتش که الان دیگه چند ساله که مردم جنس نمیخرن، مردم حرف خوب میخرن، اخلاق خوب میخرن. مطمئن باشیم به خاطر اخلاق خوبت خواهد. ببین خب یکی مام. اخلاق، یکی کون تمیز، این دو آره تا میگن خیلی دو تا چیزو میتونم. آره یه سوال یه هادی جون من اینو بگم ببهم. من سه چیزو دارم ببهم. خب یکی که خب بهترین خونه رو دارم، تخت کینگو دارم، مبلای کینگو دارم، این از این. دومم که خونم خب خیلی تمیزه، هر کی که وارد میشه نقاشی ها رو میبینه، پرده ها رو میبینه، تیوی رو میبینه، تمیزی رو میبینه که اصلا بخواد با کاندوم سکس کنه میگه من کاندوم نمیزنم. خب تو 100% تو خیلی تمیزی، تو این اصلا مشکلی نداری که بگی فکر کنن آره تو کون زیاد داری، تو مریضی، عفونت داری، نمیدونم چی داری. نه، وقتی میان خونه رو میبینم میگم وقتی یه طرف یه پسر اینقدر خونش تمیزه حتما کونش هم تمیزه، میدونی؟ بعد کونه با آپشنیه آفر. آره با آپشنیه. وقتی میان خونه رو میبینم تمیزه، وقتی تخت کینگ رو میبینم خب میگم ببخشید این کون تو این تخت باید، خب تخت من کینگه، یعنی تخت پادشاه است، خیلی خوشگل، آبی، جمع و جور، ترتمیز، اتاق خواب شیک و دو تا چراغ روشن میکنم. اصلا وقتی طرف منو میکنه تو بهشته، خیلی آرامش میدم به طرف. مثل این کونای بدبخت نیستم که کنار سطل آشغال ساک میذارن یا تو خرابه رو موتور تو وانت. من تو خونه شخصیم با همه مزایا و بهترین امکانات آقا هادی کون میدم. و وقتی که مردها چی میخوان؟ مردها براشون مهمترین چیز آرامش فکریشونه. یعنی چرا مردها میان آریانو میکنن؟ چون نمیخوان برن یه کس بکنن، نمیدونم حاملهشون بشه، آویزونشون بشه و هزار تا مشکل. خب اوکی، خب ما که مردها با خودشون میگه ما که کون دوست داریم، دخترام که کون نمیدن. وقتی این کسشون میذاره یا حامله میشن یا پریود یا میخوان آبزین ما بشن که بیا ما رو بگیر ازدواج کنیم، خب آریانو میگیریم. یه کونه با اصالت، یه کونه که آبزین هیچکی نیست ولی کل دنیا آبزینشونن، 5-6 تا خانواده داره خرج میده، خیریه داره، دستش خیره، نه به پول من نیاز داره نه به من، فقط به کارش فکر میکنه، به کونش میده، پولشو میگیره. این آریان آدم قابل اعتمادیه. 100% 100% 100%
الان همه آقا هادی به جون جدم قسم همه مشتریای من باورت نمیشه. من اینقدر بودم که با من بودن، الان که اینقدر شدم هنوز هستن. 7-8 ساله یه مشتری دارم، هفته یک بار میاد میاد میکنه. چون با اینکه مردا رو دیدی، خیلی مردا همشون یک کونو بکنن دیگه نمیکنن، ولی این 7-8 ساله هر هفته میاد منو میکنه. مثل همون بار اولی که لذت برد از کونم، هنوزم داره لذت میبره. احسن مهد، دوت شد. یه سوال دارم، شما کارت بهداشت هم دارید؟ کارت بهداشت هم دارید به مشتری نشون برید؟ مرسی بابت سوال قشنگ، جا پرسیدید. مشتری به بگه آره هم قبل اگه بخوام پرو بکنم باید کارت بهداشت رو ببینم داری یا نداری. هفت تا میوه سلامت دارم، هفت تا میوه سلامت. هفت تا میوه سلامت، یعنی من از یعنی من بهداشت رو زیر سوال بردم، بهداشت بین‌المللی رو زیر سوال بردم، از بس که تمیزم، از بس که هر کاری کردم که یه دونه، من الان تو بدنم یه دونه مو نیستش، تو بدنم یه دونه لکه نیست، از بس که ماشاءالله سفید و شیرم، نتونستن منو، دشمنای من آدمای عفونتی رو میفرستادن سمت من که من عفونت بگیرم، سازمان ملل دیگه نذاره من کار کنم. ولی وقتی که با خدا با تو باشه هیچ بندش هیچ کاری نمیکنه بکنه. همون شبی که طرف عفونتی بود منو بکنه که من مریض شم، من سکته کردم. سکته مغزی یا سکته پیزی؟ سکته مغزی کردم. 6 ماه تو کما بودم. و وقتی که از کما اومدم بیرون، پلیس اومده بود گفتن آره ایشون از طرف دشمنان عفونت داشته، HPV داشته، HPV همینه که زیگل تناسلی داشته، میخواسته به تو انتقال بده که دیگه تو کار نکنی و زیر سوال بری. چی شده خدا تو رو، چه مشکلی بر پیش اومد اون موقع قبل از که بهش کون بدی سکته کردی و خدا بهت زندگی دوباره. 6 ماه تو کما بودم و بعد اون خود سازمان ملل برای من الان چیز گذاشته، در خونم تست گذاشته، هر کی وارد میشه اگه چیز عفونت داشته باشه اجازه ورود نمیده. آفرین. اتحادیه دون کجاست؟ اتحادیه سازمان ملل تو اتریش. تورات میگیری خیلی چون پار است. بارانا تو هم کارت بهداشت داری؟ بارانا من چون با اطلاعاتیه. شما هم کارت بهداشت داری؟ کارت بهداشت آره. بعد به مشتری نشون میدی یا نه که مثلا میگی من سالمم و هیچ مریضی ندارم، نگاه کن اینم کارتم. تا حالا شده به مشتری نشون بدی؟ نه نشده. ولی خب کلا من مشتری هم از تو سوال نکرده. من رابطه هم من اول براش توضیح میدم و اینم که براش تاکید میکنم که رابطه ها با کاندوم، حالا در صورت داشتن کارت بهداشتم، ولی خب رابطه با کاندوم انجام. به نظر من آقا هادی این سوال رو نباید تا از جمیله بپرسی. وقتی کسی جمیله رو انتخاب میکنه بکنه دیگه با همه چیش کنار میاد به نظر من. نه بودم شاید ایشون هم داشته باشه اگه نداشته. جمیله تا حالا شده تو بدون کاندوم بکننه؟ چی؟ تا حالا شده بدون کاندوم تو رو بکنن؟ طرف بیاد بگه جمیله من 500 رو بر روش میذارم ولی میخوام تو رو بدون کاندوم بکنم. نه تو اجازه دادی یا نده؟ نه حتی اگه میلیاردم بده بدون کاندوم نمیشه. باری کرده. بابا چرت و پرت میگه. این کیونی که من از این خرس کیون سولاخ میبینم، این کیون با سر یارو میره تو، با سر که چی، با دست میره. چه ربطی داشت با سر یا با پا؟ من گفت بدون کاندوم. چه ربطی به سر و پا داشت؟ نه تو ولی یه چیزی بگم، یه چیزی بهتون بگم. ببینید مردم خاورمیانه، یعنی مردهای مثلا ایرانی، ترک، افغانی، عرب، اونا وقتی که کیرشون بلند میشه احساسشون، کیرشون بهشون دستور میده. ببخشید قلبم رو خشیدار کردی. ببخشید مردهای خاورمیانه، یعنی همین چهار کشوره که گفتم، وقتی اینا کیرشون بلند، این واقعیته. ببینید من تجربه کردم،
وقتی اینا کیرشون بلند میشه وقتی که حشری میشن کیرشون بهشون دستور میده. کاندوم یه چیز منطقیه که تو موقع سکس استفاده کنی. الان من خودم، پدر من که مادرمو کرده بود با اینکه زنش بود، نه مریض بود نه هیچ، سالم بودن. الان من به خاطر کاندوم به دنیا اومدم، به خاطر نبودن کاندوم. الان من خودم من به خاطر یکی، به خاطری که پدر من کاندوم نزده بوده، من الان به دنیا اومدم. وگرنه پدر من 10 تا بچه رو می‌خواسته چیکار کنه؟ تو خونش کنه؟ نداشته. ولی من چون وقتی که مرد کیرش بلند میشه دست کیر بهش دستور میده چیکار کنه، منطقش از بین میره. به خاطر همون اون لحظه که آبش بیاد بزنه لذت ببره زده و من به دنیا اومدم. الان به خاطر همینه الان این که مردا رو هر کاری بکنی جلوش هم کاندوم بذاری نمیزنم. به خدا من جدی میگم، حاضریم ما مریض بشیم، حاضریم خونت بگیریم، ولی با بدون کاندوم سکس کنیم. باورشون اینه. خب من اینجوری میگم. خب آره دیگه، ولی مثلا یه آمریکایی که بخواد بکنه میگه نه، من یه ذره لذتشو کمتر میبرم ولی ریسک نمی کنم. ریسک نمی کنم. ولی الان مردای ترکیه رفته بودن، همه مردای ترک همه بدون کاندوم میخواستن، اصلا براشون مهم نبود که اصلا کی رو دارن میکنن. مثلا دوستای من اونجا بودن، دوستای منو بدون کاندوم میکردن، اصلا براشون مهم نبود که آقا مثلا طرف سالمه، خوبه، بده یا هیچی. بهترین پسرای ترکیه مثلا اینا رو ببینی میگی اصلا اینا رو نباید، اینا اصلا اینا رو باید بذاری تو موزه از زیبایی و هیکل و کیر. ولی دیگه اینا مردا همیشه کیرشون بهشون دستور میده، منطق مردا کیرشونه. ولی مثلا یکی مثل من که کونم، من اول منطقم بهم دستور میده. من میگم اول تو، من اگه یه کسی به پسر کباب باشه، کیر خوب، صورت خوب داشته، ولی بهم پول نده، من فکر میکنم مثلا سوء استفاده شده، چون من کونم. کون حرف اولو میزنه. اگه کون من نباشه کیر تو چه به درد میخوره؟ کیر تو نیاز به کون من دارم. من هر چی باشم، لاغر باشم، دراز باشم، زشت باشم، هر چی که شما میگید باشیم، هر چی که شما میگید باشیم، بلا anyway definitely آخرش، یعنی فاینالی من یک کونم، من یه سوراخم. کیر تو نیاز داره که سوراخ منو پر کنه و سوراخ من نیاز داره کیر تو رو پر کنه. دکل من نیاز به آنتن داره، آنتن تو نیاز به دکل داره. پس من تصمیم میگیرم و من میتونم با یه جغ زدن خودم رو خالی کنم دیگه. خلاصه میخوام بگم که همین دیگه. بله. و این که شما به مشتریات بدون کاندوم میدی دیگه؟ نه، من مشتریات بدون کاندوم نمیدم. میگم خیلی ها اینا میان و نمیخوان بدون کاندوم میخوان، اینو گفتم. میدونم. نه، یعنی میگم تو بدون کاندوم بهشون نمیدی، حتی اگه پول بیشتری هم بهت بدن. من در اگر که دروغ نباشه، مثلا من یه مشتری دارم 7-8 سال است، خب اینو میدونم که خب فقط کونه من میکنه، اونم میدونه که من تمیزم، اینو بدون کاندوم. ولی یه مشتری که اولین بارشه، نه که خب چرا مثلا برای چیز به خاطر یه ذره پول مثلا ریسک کنم. ولی با این که من یه کونه جاودانه هستم، نه میمیرم، نه مریض میشم، نه هیچ درد، نه پیر میشم، همیشه در مجلس هستم و کون میدم، ولی بازم رعایت میکنم، نه به خاطر مریضی، به خاطر قانون، به خاطر که ما الان شرکت ما سازمان ملل هفته یک بار دکتر میفرسته کونه ما رو چک میکنه. ما هر هفته هر هفته جمعه ساعت 9 صبح تا ساعت 10 صبح یک ساعت دکتر میاد اینجا، از همین جلدای مصنوعی تو کونمون میکنه، چراغ میندازه، میره تو رودامون ببینه پارگی نداشته باشیم، مریضی نداشته باشیم، گوشتی نداده باشه بیرون اینا. خاطرو از نویده به دکتره هم میدید یا نمیدید؟ دکتره خانوم هست. دکتره خانوم هست. خب بعدش هم ما دیگه اینقدر کون دادیم، دیگه حول اینمون نیستیم که ببخشید. الان من اینقدر کون با اصالتی که شدم، من الان دکتر خودم، دکتر پوستم، دکتر موام، بهترین دکترهای دنیا هستن که وقتی اینا رو هیچکی تو زندگی هاشون ندیده. وقتی که میری نزدیک
قد و هیکل صورتشو ببینی آبت میاد، ولی من انقدر کونه با اصالتی شدم، انقدر زیر کیر بودم و انقدر کیر خوردم و خودم رو سیر کردم که وقتی میرم پیش دکترم مثل یک پسر جلتنمن با شخصیت با اصالت سلام کارم انجام میدم میام بیرون. در این حد عشقم ما رو من خیلی بیشتر از اینا میارزم. نه بله تو سب قیمت نه تو عتیقه مشت تو الماس بود، هم خودت هم چونت الماس بود. یاهوته آقا بیشتر نفرمید داداش بود. کاندوم نباشه با چی میدی؟ با بادکنک اینا میدی یا با پلاستیک فریزر؟ عشقم مرسی، سوالت خیلی قشنگ بود. ما توی خونه ما ما یه دریچه ای داریم، الان بهت نشون میدم. هیچ موقع نشده که کاندوم نباشه. نزدیک 1,000 تا 2,000 تا اونجا کاندومه، یعنی خودش از سازمان ملل لوله کشی شده میاد. تو اصلا نمیشه که تو، من الان دکمهشو میزنم 10 تا 20 تا کاندوم میاد. یه مشتری دارم، هیچ روزی نشده که من بدون مشتری باشم. سازمان ملل کل کیفای ما رو الان من خود بدن من کاندوم میده بیرون. باورت میشه؟ چه جالب. من الان خودم سازمان ملل یا خواردارم هر چی بخوام. الان خود من توی کونه تو کمر خودم یه مخزن جاسازی کردن که الان کاندوم به وجود میاره. تو هر کاندومی که میخوای لمسیه. الان کمر من که برگردم لمسیه. تو میزنی بالا کاندوم، روغن، قرص، تأخیری، نمیدونم توت فرنگی، هر چیزی میزنی تونتون برات میده، تو کونم میاد بیرون. یعنی مهمون داشته باشی کاندوم میوهی میذاری جلوش؟ نه مثلا میگم هر چی بخواد. ما یعنی کار ما، من طوری زندگی کردم، من طوری کار کردم که فکر همه جا رو کردم. ببین من تنها نیتم که کون میدم رضای خدا، خلق خداست و من نمیذارم که یک کاندوم باعث بشه که برد آبش نیاد، نتونه از من کون لذت نبره. فکر اینجا رو کردیم، کون من کاندوم میسازه، تو خونم دریچه داریم، از سازمان لوله کشی شده و همه چی اوکیه. بازم سوالت قشنگ بود. صفا دارید. آریان جمیله هم اینجاست. از آریان بکشید بیرون، جمیله هست. جمیله خرسه. جمیله تو الان کونت معلومه گوشاده. خب از نشستن تو از این استایل دو هیکلت معلومه که خیلی داد. خب اون که خورده داند، نخورده چه داند. خب آیا راه حلی هم داری برای جونت که مثلا تنگش کنی و بده دست مشتری؟ ببین عزیزم، من نباید راه حلی برای اون داشته باشم. آقایون باید داشته باشن که سایزاشون رو متناسب بکنن. خب تو چند اندازه رو تو بیب میکنی؟ هر چی بیشتر بهتر. یعنی تا حدود چقدر دیگه؟ هر چی بزرگتر باشه بهتره دیگه. آخه کوچیک میسن، کوچیک ببین خیلی درد داره، کوچیک درد داره، کوچیک زخم میشه. بری تو کونش کامل تو رو هم میتونه معاف کنه. آدم ارگاش نمی کنه و کاملا میره با ارگا نمیشه. میدونم نمیشه، این نمیشه عادی. این چیز هم میخواد آرش کچولو باید با هم به سه نفره. هادی بگلای هادی به حملای لمبر منو پر نمی کنه. نمیتونه چجوری میخواد برای را یه سوال بزرگترین چیری که رفت تو سوراخ بوده چند سال بوده؟ چقدر بوده؟ یادم نیست ولی خواهد بگیر میکنم 22-23 بوده. اما خب حالی البته اون هر سوزده یه بار میاد برای تمدید. تو رو چگیری تحمل کردی؟ برای تمدید 22 سال تو چگیری تحمل کردی؟ چگیری بار؟ ببین خیلی هم این هم ببین بزرگ، بزرگ دردش کمتره، راحت تره نسبت به کوچیک. باورت نمیشه ها، خنده میگیره. ولی بزرگ دلیلش اینه که قشنگ، ببین قشنگ این سوراخو پر میکنه. میفهمی چی میگم؟ قشنگ پر میکنه دیگه، یعنی جایی واسه درد براتون نمیذاره. ولی کوچیک نه، کوچیک
هی اینو باز میکنه، هی بسته میکنه، هی باز میکنه، هی این باعث درد میشه، باعث زخم شدن میشه. ولی بزرگ نه دیگه، یه حالتی میمونه دیگه، اینجوری یه حالتی میمونه. ولی این مشتری 29 سال مشتری بود یا نه جای این دیگه بوده؟ این مشتری نیستش، این کباب یعنی که از بچه هامه مشادیه. خب هر دو هفته چقدر اون کار چند دقیقه میکنن؟ دیگه همون ده الایی پول پولش این مطبیش همون ده دقیقه یه رو بدی. هادی اینا بگو میشم سوال بکنم من کارشون نمیشه چی؟ میگی میشم دوباره بگو هیچی با هادی بودم میخواستم یه چیزی بگم سوال خوبه یه چیزی بود یادم رفتش میگم هادی میسم این مردون است به جمیله تکرار میکنم نمیدونم چرا قبلنا مثلا یک سال دو سال پیش خیلی وای خدایه ببخشید ای بابا ببخشید تکبیر راحت باشد بالا خودت راحت آری کلا آزاد کن لفا کن خودت رو لفا کن آره خودت آزاد تو رها تو وضعیت سینه ریخته به هم آره ببین چیزی دکتر میرن ببین یه چیزی بهتون بگم آقا هادی آقا میزم یک سال پیش خیلی احساسی بودم و مثلا هر مشتری که میومد منو بوس میکرد من بوسش میکردم یک ساعت مثلا عشق بازی میکردیم سینه میخورد بدنمو میخورد اینا ولی الان تازگی ها نمیدونم چرا اینجوری شدم شما جواب بدید فقط داگی میکنم میگم بکن توش نه لبی نه بوسی نه سینه هیچی فقط داگی بکن توش همین چی شده آریم به خاطر دریچه کونت باز شد اونا که داگی میدن خب دریچه کوناشون باز میشه بعد کونشون به خارخارش میگه خب حالا کونت میخاره وقتی هم میخوای خارشش کم بشه حتما باید داگی بده نه بحث اون نیست که مثلا میگم بحث خارش نیست من تو کونم که خارش ندارم مگه من الان یه کسی مثلا تریاک میزنه بدنش میخوره میگم سوراخای کونه داره تا داگی نگی خودت حال نمی کن بعد ببخشی چیزی جمیله تو همکار منی خب اینو بهتر میدونی میدونی که مثلا ما که خب پسریم دیگه کس که نداریم وقتی یکی کونمون میذاره وقتی آبمون بیاد کونمون بسته میشه دیگه دوست نداریم کون بدیم من قبلا اینجوری بودم مثلا به طرف میگفتم خب ببین چون من کس ندارم طوری آب تو بیار که با هم بیاریم چون اگه تو آب من زودتر از تو بیاد کون من بسته میشه بعد کیر تو رو اتوماتیک میندازه بیرون از دستگاه و سعی کن که با هم بریم گفت باشه یا من ثبت میکردم یا اون زودتر میامد حالا anyway. ولی الان طوری شده که طرف آبش هم اومده من همجوری نشستم دیگه برام فرقی نداره اون داره میزنه نه بسته میشه کونم نه بدم میاده چی میگم بزن نمیدونم به این باور رسیدم که کیر مقدسه هرچی بیشتر توش باشه بیشتر ثواب میکنی نظرت چیه؟ خب اون که آره دیگه هرچی بیشتر بمونه ثوابش هم بیشتره خب اما خب به این که میگی دیگه برای طبیعی شده ببین خوب. همون چند لحظه اولش مقداری بعد از ارضا شدنه دیگه آره سخته بعدش دیگه راحت میشی بدنت شل شده دیگه سر شده تو حال خودت نیستی اینی که زیاد احساسش نمی کنی ولی از اون طرف هم اون ثوابه رو حتما مطمئن باش که میبره آدم آه که این تو آیا یه سوال دارم جان کیر ایرانی بیشتر به لذت میده یا کیر خارجی ببین بیشتر من برام فرق نمی کنه که طرف کجاییه فقط خوب بکنه همین آها خوب آقا میگه کیر ایرانی یه چیز دیگه است هم دراز هم کلوفت هم خوب
جا میره. اینو بچه ها میگن. راسته؟ من نمیتونم بگم، خب چون من یه کونه بین‌المللی‌ام، نمیتونم الان بگم که آره خوب یا بد. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که من دوست دارم فقط مردی برای من قابل قبوله که خوب بکنه، بلد باشه. ببین الان مشتری که منو میکنه، من لبه تختم یا این مبلم که کون میدم، طرف وایساده کمرم گرفته میزنه، ولی مشتری دارم که من داگی کردم خودش انداخته رو من، میگم چته، من خودم همجوری دارم سکته میکنم، دارم قش میکنم، این بر اون بر میرم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، تو چجوری با اون وزن سنگینه افتادی رو من؟ ببین طرفم خیلی خوشگل بوده، هیکلی بوده، کیلوش هم خوب بوده. من اولویت من اینه که خوب بلد باشه چجوری بکنه، بلد باشه که چجوری آب طرف رو بیاره. مورد داشتم طرف ببخشید 50 کیلو بوده، قدش 1.50 بوده، 50 کیلو، ولی طوری آب من آورده که ببخشید 2 متری نیورده بوده، بلد بوده، داگی کرده بوده. مورد تو میتونی به نظر تو با کل خوبی هست میتونه تو رو ارضا کنه؟ نه به نظر تو؟ نه چرا؟ دلیلش چرا؟ من کجا میدونی؟ میسم چشاش میگه که اولا کیرش کوچیکه، دو آب سود میاد، بعد هم بلد نیست بکنه. شما مگه دیدی؟ شما مگه کیر آقا میسم رو دیدی؟ من کیر آقا میسم رو ندیدم، ولی 16 ساله دارم کون میدم. یعنی شما از ظاهر طرف میفهمید کیر چند سانته؟ من اصلا ظاهر طرف رو بهم نشون نمیدم، صداشو. من الان تصویر تو ببند میسم، من بهت میگم میسم چه شکلیه. الان میسم ببینید یه تیشرت سیاه پوشیده، موهاش دور تازه رفته آرایشگاه، موهاش یکم بالاست، خیلی هم حالش خوبه، نشسته پشتش هم رو مبل نشسته. همین باز کن. آقای ایزا بازش کن. عادی ببین آریان، من یارم از چشما چجوری متوجه میشه؟ اصلا همه رو برعکس کن، همه رو درست گفتش؟ درست گفت؟ نه آره، از چشمای هادی چی میبینی آریان؟ خب هادی این نامه من رو میدونه، با من زنده این نامه رو به آریان گفتم، هزار بارم گفتم. خب هادی، خب خودش به خاطری که هادی کیرش خودش گفته 10 سانته، بدنش هم که همه میدونن قدش 1.10. نه اون 1.10 نیست که بابا، 1.40 هم بابا، قدش 1.40 نیست، کیرش هم 10 سانته. به نظر من هادی یه چیزی بگم، تو برو یه عروسک بخر. نه به نظر تو من با یه کیر 10 سانته میتونم تو رو ارضا کنم؟ اگه بله، من گفتم میتونم تو رو به قرقاس برسونم هادی، گفتم من مورد داشتم، آره طرف اصلا کیر نداشته ولی منو به آرگاس رسونده. مهم اینه که بلد باشی با من چیکار کنی. سوراخ کنش رو بخور. آره خالی ندارم بلدم یا بلد نیستم و به چه دار این نظر خودت، الان تو ذهن خودت من میتونم شما رو به اورگاس برسونم یا نه؟ یک کلمه، یا به واره یا به اون، نه نمیتونی. اینو تو باید بگی هادی، اینو آریان نباید بگی. آریان چی میگه؟ تو بلدی یا نه؟ آریان که داره میگه من طرف رو ببینم میفهمم طرف چیره کنزانه بکنه بکنیز این کاره با ببینم نظرش درباره من چیه، ببینم درباره من چیه. میتونم یا نمیتونم یک کلمه؟ میتونی؟ آره نه یک نمیگم میتونم. آره میتونی. من داشتم چجوری میتونه؟ من فکر کنم آریان هادی خوب میخوره، خوب لیس میزنه، من دندونا پایینم زیاد چیز نداره، فکر کنم خوب میلیسه. یا با دماغ میره لیسیدن. ببین لیسره خوبن کم داریم، لیسری هم بلد باشین خودش یه حرفه، بتونی خوب لیس بزنی، خوب بخوری.
پهنه، از صورتش معلومه. بگذب درسته ولی هادی من شنیدم اینا که دماغ خیلی بزرگ و کت و کلوفتی دارن چیزهای خیلی بزرگی هم به تو نمیخوره ده سال باشه دیگه اشان تو بانمو ده سال من خیلی حساب کن ولی بخور خوبی هستم بلیس خوبی هستم نیسته همون معلومه اصلا ببین بو کس میدی هره تو گایی رو بیم زبون رو بی کس میده خوردن دوست نداری؟ خوردن دوست من یا میسم تو که مشخصه میخوری ویسم میخوره مثل فیز بابا ویسم هم میخوره مثل فیز بگیدی که نکنه ببین ویسم هم بیده من اگر روانی که بیر کس میده اگر بگیده هم نگو که روانه که بیر کس نمیده یا بگو یا اعتراف کس اگر که شما طرف تمیز باشه خب چون بعضی واقعا ترشه اصلا نمیشه من نوک زبونه من نمیشه به پوتش نگاه کرد اینقدر کثیف و پشمالوه آره ببین کس تمیز از دور معلومه تمیز هادی خودت بذار یه سوال دارم متوجه میشه یه سوال آقا یه سوال مردونه خودمونی آقا ایرین تو یه دوست دختر داری خب شش ماه با هم تو رابطه بعد شش ماه بخواهی بریم باش سکس کنیم من یهو ببینیم پوستش پش داره نه زیاده خیلی کم من دوستش هم داری عاشقش هم هستی میخوری حاضری براش بخوری من نه من اصلا مو ببینم حالا بعد میشه اصلا خب بهت آقا بهت بگه بیستم الا بلا باید بخوریم من واسه تو رو میخورم تو هم باید واسه من رو بخوریم بازم نمیخوری؟ اصلا نمیتونم یعنی یه ذره مو ببینم اصلا بالا میارم نمیتونم اون همون تو تیگو بردار بزنی همون تو تیگو بردار بزن بعدش بخور این کارو میکنی؟ هادی جون نمیخوره هادی نمیخوره این نمیخوره باور اون مثل سگ بیلیسه حتما بستر میخوره نه میشناسمش نمیخوره میگم این چه داستانیه که شما آقایون مثلا میسم هم که مشخص پرمویه شما آقایون همه تون پر پشمین بعد مو میبینین حالتون بد میشه با مو دوست نداریم من نه من پشمالو نیستم من به اتفاقا بدنم هر یه دختر دوازده ساله سفیدتره به خدا میگم من سفیدو ندارم بدنه ببینیم هر چون رایی داره یه مو نداری تو بدنه ببین من خداش تو یه بود بدنم ببین من پشمو گفتم عزیزم هادی تو باید بگنم نه میتم معلومه پشمو میتم پسری که پسری که سفیده و مو توی بدنش قاچاق اون کونه ولی من شاید بخورم اگه ببینم موی کم داره اون بالا هادی معلومه هادی معلومه شاید سر میره توش یه چیزی بگم هادی جون شما به چیز خوبی اشاره کردید به خوردن من نمیدونم حالا به نظر من میگن کس قابل تحمل تره یعنی کس راحت تر آقایون میخونن ولی میگن آره کون که کون اندونی انجا گوه میاد از این حرفا یعنی باز مردا اگه یه کسی هم که پشم بشه بشه راحت تر میخونن تا یه کونا درسته؟ ولی خیلی برام سواله که چرا هر مشتری که برای من میاد که خب مشتری من که همه دکتر و مهندس و بیزنسمن هستن اینا شرکت دار و نامدار هستن و اینا طرف اولین بارش منو میبینه ولی انگار که من 100 سال فقط این سف زن من بوده این با من بوده کون منو باز میکنن 1 ساعت میخورم من نمیدونم چرا اون دو سرویس دید عالیه چونت عالیه تو خودت داری اشاره میگی چونی که من دارم هیچی نداره عالی به چونت میرسی به خودت میرسی
به خود خودت میگی من یه مو توی بدنم میره. بله. و اگه منم باشم عاشق چونت میشم. خب نه الان خب من باشه عاشق چونت. خب ببخشید من که پسرم که خب بالاخره من با هورمون پسره به دنیا اومدم. من پسرم با بدنم مو در میاره ولی یه زن که با هورمون زنه داره مو اصلا کونش مو نداره پاهاش مو نداره سینش مو نداره ولی من که خب ببخشید با پسر به دنیا اومدم یعنی تو جسم پسر هورمونام مردونه از هی مو در میاره بدنم هی شیف میکنم میدونی بعد کون اون زن اصلا زنه دیگه ساختار بدنش قشنگ بوده آریان من میکنم هادی آریان از اون هست ببین دیدی بعضی ها مثلا همینجور میخوابن لاشو باز میکنند و میدن بعدم به یارو میگه بکن توشو برو آریان فکر کنم از ایناست که پایین و بالا میپره جست و خیز داره بله آهو 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 از اینا که طرف میتوه دنبالش تا بگیردش بکنهش من آهو هم آهو ببینید آقا میسم خیلی خوب گفتی من انرژی دارم چون یه آقایی اومد مسافر بود از این چراکا داشت یعنی کامیون داشت چی بود ولی یک آقای با کلاس بود و خیلی این 130-140 کیلو بود چه بدنی چه هیکلی ماشالله چه کیری این منو کرد این منو کرد گفت اگه من تو شهر شما بودم تو من با تو ازدواج میکردم گفتم دلیلش چیه گفت خیلی انرژی داری تو سکس گفت آب گفت انرژیت خیلی خوبه گفت تحملت خیلی خوبه خیلی خوب کیرم رو برداشتی انرژی داری آره خیلی مهمه گفت آبمو کشیدی بیرون تا یک ماه شارژم کردی هیچ کسی تو زندگیم 30 سالش بود چی هم بیاد آب منو بکشه آره گفت 30 سال زندگی هیچ کسی تا حالا آب من اینجوری نیاورد بعد دستمو بوس کرد و رفت آره آه very good oh my god ببین ماهیه میلیزه آره لیز میخوره نیستم چو خب بعد همجوری که دایی کردم که طرف کمرم رو گرفته و میزنم کنارش هم یه شیطونی میکنم یه آخوخی هم میکنم یه میکشم بیرون دوباره میکنم توش مردا خوششون میاد برای تو هم آخوخ میکنی یا تو بگی بکن برو بکن برو کدومش برای نه من اگه کباب باشه خب ببین بخوای نخوای آخ اوخ داره خب درد داره چه بزرگ چه کوچیک بعد اگه کباب باشه که خب واقعا از ته دل اون دردی رو که میکشم و بیان میکنم میریزم بیرون خودم رو ولی خب اگه نه کباب نباشه قر میزنم الکیانی اگه توشم نباشه میگم آی باستدوی دارگوی قر میزنی یا باستدوی کلو من دیگه اونجا سعی میکنم صدامه یکمی نازکتر میکنم بعد مثلا خدا دیگه اونجا با یارو میگرخه بعد قر میزنم الکی آخ اوخ میکنم که سریعتر تموم بشه خیلی هم البته اصلا رو آخ اوخ فیتیش ندن یعنی ساکت باشی هیچی نگی زودتر میبینی ارضا میشن سکوت کنی درست آقای میستم آقای هادی آره لطفا این چیزی که میگم ناراحت نشید از من تا میتونم از مثلا ببینید توی فرهنگ مردهای ایرانی اینه که مثلا یکی بخواد مثل آریان و جمیله رو بکنه ببخشید تا قبل که آبش نیومده ما براش خداییم دست و پامونو بوس کنه چقدر تحویل بگیر خدا نکنه اینا آبشون بیان دیگه جفتک میزنن ما شدیم براشون جهنم و این دلیلش چیه چرا اینجوری هن تا قبل اینکه بکنن خیلی خوبن تا آبشون میاد عصبی میشن من اتفاقا همین مورد برای من پیش اومد من وقت نمیه اینو بکنم یه دختره یه دوزه ساده بود میزم خدا شایده
قبل فیل اینقدر انرژی